قدرت گرفتن سنی های تندروی طالبان از جوانه و زوایای مختلف منفی و بحرانزا به شمار می رود. از جمله آثار منفی این موضوع می توان به پدیده ازدواج اجباری در مناطق تحت کنترل طالبان اشاره کرد که نشریه بین المللی فارین پالیسی نیز در شماره اخیر خود در گزارشی به آن پرداخته است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. روزنامه افغانستان ما در مطلبی به نقل از فاری امپالیسی نوشت هنگامی که افراد مسلح طالبان در این ماه به یک منطقه دور افتاده افغانستان حمله کردند، آنها ساکنان را مورد وحشت قرار داده و کسب و کارهای محلی را غارت کردند و سپس کار وحشتناکتری را نیز انجام دادند. این گروه خواستار مشخص شدن نام و سن دختران و زنانی شد که به گفته آنها باید با جوانان جنگجویشان ازدواج کنند به گفته مردم در شهرستان سیغان در ارتفاعات مرکزی ولایت بامیان سنی های تند طالبان برخی از مردان را که سعی در مقاومت داشتند مورد ضرب و شتم قرار دادند و برخی را مجبور کردند محل لباس هایشان را به آنها نشان دهند تا سن دختران و زنانی که در آنجا زندگی می کنند تعیین شود در میان زنانی که نام آنها را برداشتن زنان بیوه نیروهای امنیتی کشور که علیه شورشیان جنگیده بودند نیز شامل بود این گزارش در ادامه افزود زنان وحشت زده را که می توانستند جمع کردن و با کرایه گرفتن موتور و گاری راه افتادند تا از آنچه که برخی بدترین کابوس خود یعنی ربوده شدن توسط طالبان توصیف کردند فرار کنند محمد تاهر زهیر از والیان منطقه در سخنرانی خود در مسجد بامیان به مناسبت جشن عید قربان طرح ربودن و ازدواج با زنان را انتقام گیری خطرناک و بیرحمان از همسران و بیوه های نیروهای امنیتی که برای مردم جنگیدن توصیف کرد عمر صدر استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان نیز گفت طالبان از یک ایدئولوژی بسیار محافظ کارانه پیروی می کنند که زنان را کنیز، کالا و یا قنیمت تلقی می کنند. این اتفاق قبلا در دهه 1990 هنگامی که کابل و مناطق شمال سقوط کرده بود رخ داده و آنها زنان را ربودند و آنان را مجبور به ازدواج با جنگجویان خود کردند. وی افسود هرگاه جهادی مانند طالبان سرزمینی را تصرف کنند هر املاکی که در آنجا باشد ایدئولوژیشان به آنها اجازه می دهد که آن را به عنوان قنایم جنگی مالک شوند.